رأی من کجاست تا بنزین گرانتر شده، فقیر فقیرتر شده، تا مرگ بر دیکتاتور. خواسته ها و طیف معترضان در 20 سال اخیر چرا و چگونه تغییر کرده است؟ خشونت جنسی علیه زنان در افغانستان. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید خانه ناامن‌ترین جا برای زنان افغان است. بعضی‌هاشون خیلی با خوشحالی طرف ما اشاره میکنن که عالی است، خیلی خوب است. و رانندگان زن پشت فرمان، بعد از 3 دهه 4 زن افغان مجوز مسافرکشی گرفتند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. از حمله به تجمعات دانشجویی در دهه 70 شمسی تا سرکوب اعتراض‌ها به گرانی بنزین 2 دهه می‌گذرد. اما آیا خواستگاه اجتماعی اقتصادی معترضان همان است؟ خواسته‌هایشان چطور؟ آیا در این 20 سال تغییری کرده؟ پرهام قبادی نگاهی کرده به طبقه اجتماعی معترضان و مطالباتشان در 20 سال اخیر. بیست سال اعتراض، از حمله به کوی دانشگاه تهران در 18 تیر 1378 تا اعتراض‌های سراسری به گرانی بنزین در آبان 98. در این 2 دهه لحن شعار معترضان به شدت تندتر شده، از امید برای اصلاح ساختار به سرخوردگی از هر دو جناح تا عبور از حکومت رسیده. اما وعده‌های حکومت در جهت عکس مطالبات مردم حرکت کرده، از دموکراسی خواهی به رفع حصر و حالا تأمین معیشت رسیده. تیر 78 دانشجویان که معمولا مترقی تر و پیشروتر از عموم جامعه هستند چند روز تظاهرات کردند. در جنبش سبز عموما قشر متوسط شهری بودند، اما در اعتراض‌های دی 96 و آبان 98 تهی‌دستان به خیابان‌ها آمدند. مطالبات هم دستخوش تغییر شده. در 18 تیر و جنبش سبز معترضان در پی گشایش سیاسی و اجتماعی بودند، اما در 2 سال اخیر تظاهر کنندگان به وضع بد معیشتی و استبداد سیاسی اعتراض دارند. آصف بیاد، جامعه شناس ایرانی، پس از اعتراضات دی 96 درباره تهی‌دستان شهری در مجله آمریکایی آتلانتیک اینطور نوشت: چیزی متناقض درباره این طبقه وجود دارد. آنها مدارج دانشگاهی دارند، از شبکه‌های اجتماعی به خوبی سر در می‌آورند، از اوضاع جهان شناخت دارند و رویای یک زندگی طبقه متوسطی را دارند، اما محرومیت اقتصادی آنها را به سمت زندگی فرودستان سنتی در محلات فقیرنشین حاشیه شهر و مشاغل بی‌ثبات و دونپایه سوق داده، مثل راننده تاکسی، میوه فروشی، فروشندگی خیابانی یا شاگرد مغازه. اعضای این طبقه به آنچه جهان برای ارائه دارد بسیار آگاهند و دردمندانه می‌دانند که از آن محرومند. گستردگی تظاهرات هم تغییر کرده. در 18 تیر دانشجویان در تهران تظاهرات کردند، دانشجویان تبریز هم حمایت کردند. در جنبش سبز هم تظاهرات عمدتاً در تهران و چند مرکز استان مثل شیراز و اصفهان بود، اما در دی 96 دست کم 100 شهر کوچک و بزرگ ناآرام شد و آبان 98 معترضان در 27 استان از 31 استان ایران به خیابان‌ها آمدند. تیر سال 78 دانشجویان دانشگاه تهران به توقیف سلام، یک روزنامه اصلاح طلب، اعتراض کردند. تجمع دانشجویان با حمله نیروی انتظامی و به ویژه لباس شخصی ها روبرو شد. دست کم 1 نفر کشته شد و 1 نفر هنوز مفقود است. در آن سالها دانشجویان دانشگاه تهران معمولا جزو نخبگان جامعه به حساب می آمدند. جوانانی از نقاط مختلف کشور و از طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی، اما با مطالبات مدنی و دموکراسی خواهانه. اعتراض آنها موفق نشد قشر محروم و حتی شاید قشر متوسط را همراه خود کند. اگه برگردیم به سال 88 یا قبل‌تر از اون و فضای ایدئولوژیک حاکم بر اون دوران رو مرور کنیم، میبینیم که مسائلی مثل همین تضاد طبقاتی، مسئله عدالت اجتماعی، مسئله نابرابری زیر خروارها گفتار در مورد حقوق شهروندی، جامعه مدنی که خب اونها هم مسائل مهمی هستن گم شده بود و اصولاً مسائل که مشخصاً در واقع مربوط به طبقات فرودست می شود در دستور کار نیروهای سیاسی وجود نداشت. 10 سال بعد معترضان در اعتراض به نتایج انتخابات 88 دوباره به خیابان‌ها آمدند. ابتدا تظاهرات سکوت برگزار کردند و با تشدید سرکوب‌ها اعتراضات خشن‌تر شد. 10 نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. جنبش 3 چهره شاخص داشت که حالا هر 3 حدود 1 دهه است که در حبس خانگی به سر می‌برند.
قشر متوسط با امید گشایش‌های سیاسی و اجتماعی پای صندوق رأی رفته بود. حالا سرخورده بود. قشر تهی‌دست اما همراه اعتراض نشد و کانون اعتراضات تهران و چند شهر بزرگ بود. 88 من به نظرم بدون یه جور محصول اون سالهای خفقان و سالهای واقعا خفه کننده و خفقان آور دوران احمدی نژاد بود. هشت سال بعد اما شعله اعتراضاتی بی سابقه زبانه کشید با شعارهای علیه گرانی، اختلاس و رهبر ایران. برخلاف اعتراضات پیشین، این بار شهرهای کوچک و گاه دور افتاده شاهد شدیدترین درگیری‌ها با نیروهای امنیتی بودند. اعتراضهای خودجوش و بدون رهبر که مسئولان را غافلگیر کرد. 96 به یه مشخصاً یه جوری محصول سالها سیاست‌های نئولیبرالی بود که خب در واقع زیر سایه تحریم‌ها یک شدت و بار اونها به یک معنا بیشتر شده بود و خب این سیاست‌های نئولیبرال از زمان هاشمی رفسنجانی در دستور کار دولت‌های جمهوری اسلامی بود و همه دولت‌ها چه اصولگرا چه اصلاح طلب در واقع اون سیاست‌ها رو مطابق با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول پیاده کردند و پیش بردند. منظور آقای کیانپور از سیاست‌های نولیبرالی سیاست‌های بازار آزاد است که طرفدار خصوصی سازی، مقررات زدایی، از بین بردن اتحادیه‌های صنفی و کارگری، کاهش مالیات برای ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ برای ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری، برداشتن هر گونه یارانه، قطع کمک‌های معیشتی دولت به مردم که مخالف بیمه‌های درمانی و اجتماعی و تحصیل رایگان است. سیاست‌هایی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورها برای دادن وام توصیه می‌کنند. گسترده‌ترین اعتراضات در 4 دهه عمر جمهوری اسلامی و شدیدترین سرکوب تظاهرات با بیشترین تعداد کشته در خاموشی مطلق دیجیتال. گران شدن یک شبه بنزین کبریت به انبار خشم معترضان انداخت. آقای کیانپور میگوید اینکه بگوییم طبقه متوسط راهپیمایی سکوت برگزار میکند و فرودستان در اعتراضاتشان به خشونت متوسل میشوند تحلیل درستی نیست. بسیار از کسایی که در سال 88 در خیابون بودند امسال هم در واقع در اعتراضات اخیر یا در دیما هم به خیابان اومدن، از این جهت که در اون حد فاصله سال 88 تا در واقع دیماه 96 خیلی چیزا تغییر کرد. بسیار از کسایی که به اصطلاح جزء طبقه متوسط تعریف میشن تحت فشار در واقع تحریم ها و سیاست های پولی و مجموعه سیاست های نئولیبرال و جمهوری اسلامی دچار بحران معیشتی شدن و از این بابت ما با این پدیده با یک جور پدیده فقیر شدن طبقه متوسط روبرو هستیم. حکومت ایران میگوید بساط به زعم آنها اختشاشات را جمع کرده، اما واقعیت این است که فاصله بروز اعتراضها کوتاه‌تر، خشم معترضان بیشتر و درگیری‌ها و سرکوب‌ها خونبارتر شده. پرهام قبادی، بی بی سی. نارسایی‌های معیشتی و ناکارآمدی نظام اقتصادی ایران از دلایل بروز اعتراض‌های سراسری بعد از افزایش قیمت بنزین است. برای یافتن جواب این سوال که شرایط اقتصادی در ماه‌های پیش رو چگونه پیش خواهد رفت، می‌توان عملکرد اقتصاد را در ماه‌های گذشته ارزیابی کرد. شیدا هوشمندی تغییرات مهمترین شاخص‌های اقتصادی را در گزارشی بررسی کرده تا تصویری از آنچه بر اقتصاد ایران گذشت و آنچه در ماه‌های آخر سال در پیش روست را ترسیم کند. دیگر رسم زمان تحریم شده، انتشار محدود و گزینشی آمار اقتصادی. مسئولان دولت در توضیح علت عدم ارائه آمار به عموم میگویند در حال جلوگیری از سوء استفاده دشمنان هستند. با این حال با بررسی همین آمار محدود موجود از 6 ماه نخست امسال میتوان تا حدی تصویری از شرایط اقتصاد ایران به دست آورد. یکی از شاخص‌های اقتصادی که مردم آن را به طور مستقیم در زندگی خود احساس می‌کنند، نرخ تورم است. گزارش‌های ماهانه مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که نرخ تورم در نیمه نخست امسال 2 مسیر متفاوت را طی کرده. در 3 ماهه نخست سال نرخ تورم نقطه به نقطه ماه‌های فروردین تا خرداد بالای 50% بود، اما این روند طی تابستان نزولی شد.
به رغم کند شدن آهنگ رشد تورم، همچنان نرخ تورم رسمی ایران یعنی 12 ماه منتهی به شهریور 1398 نسبت به 12 ماه منتهی به شهریور سال قبل بیش از 42% یعنی بالاترین نرخ تورم در 24 سال اخیر است. در این میان بیشترین تورم در گروه خوراکی‌ها و کالاهای با دوام بوده. به عبارت دیگر در نیمه نخست امسال باز هم سفره‌های مردم کوچکتر شده. تورم ماه اردیبهشت این نکته است که مسئولان ایرانی در سخنرانی‌هایشان کمتر به آن اشاره می‌کنند. اما در مقابل بر کنترل رشد تورم در ماه‌های اخیر تاکید دارند. رشدی که هر قدر هم کاهش یابد به معنای کاهش قیمت‌ها نیست و معنای آن فقط افزایش نسبی کمتر قیمت هاست. بیکاری شاخص دیگری است که برای مردم قابل لمس است. داده های مرکز آمار ایران از افت جزئی نرخ بیکاری در بهار و تابستان و رسیدن آن به حدود 11% خبر می دهد. رقمی که تفاوتش با متوسط نرخ بیکاری در جهان معنادار است. کاهش شمار بیکاران روی خوب بازار کار است. روی بد آن اما کاهش 43,000 نفر از جمعیت فعال کشور و افت معنادار نرخ مشارکت در یک سال منتهی به بهار امسال است. موضوعی که نشان دهنده ناامیدی افراد در سن کار از به دست آوردن کار است. به همین دلیل بسیاری وارد بازار کار نمی شوند و در آمارگیری ها نیز جزء جمعیت فعال به حساب نمی آیند. منظور از جمعیت فعال افراد شاغل یا جویای شغل است که در سن کار قرار دارند. آمار تابستان گذشته نشان می دهد که از هر 10 نفری که در سن کار قرار دارد 4 نفر شاغل و دارای درآمد بوده و 6 نفر بیکار و بدون درآمد. شرایط هم کاملا به نفع مردان بوده. به نحوی که از حدود 844,000 شغل جدید ایجاد شده در یک سال منتهی به تابستان امسال، تقریبا 88%ش در اختیار مردان قرار گرفته. البته ایجاد بیش از 800,000 شغل در یک سال در مقایسه با سالهای گذشته عملکرد مناسبی محسوب می شود. یکی از مهمترین شاخص‌هایی که وضعیت اقتصاد را نمایش می‌دهد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است. بانک مرکزی مدت هاست از اعلام نرخ رشد اقتصادی خودداری کرده، اما در مواردی مسئولان ارزیابی‌های خود را در این زمینه مطرح کردند. برخلاف ارزیابی‌های خوشبینانه مسئولان ایرانی، نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کنند که مجموع کالاها و خدمات تولید شده ایران طی مدت یک سال افت قابل تأملی خواهند داشت. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید رشد اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی نزدیک به 5% افت کرده و امسال هم 9.5% کاهش خواهد داشت. آماری که حاکی از یک رکود سنگین در اقتصاد ایران است. نیم سال نخست امسال با نرخ تورم و بیکاری دو رقمی و رشد منفی سپری شده و اگر در نیمه دوم سال به همین منوال پیش برود، بعید است کارنامه اقتصاد نمره قبولی بگیرد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. روزها بعد از آغاز ناآرامی ها در ایران، انتقادها از سانسور رسانه ها و روزنامه ها ادامه پیدا کرد. هفته گذشته انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در بیانیه‌ای به ایجاد محدودیت خبری برای رسانه ها به نام توصیه و برگزاری جلسات توجیهی اعتراض کرد. همزمان فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران گفت اعضای خانواده های دست کم 12 روزنامه نگار رسانه های فارسی زبان خارج از ایران احضار و تهدید شد. فرنوش امیرشاهی نگاهی کرده به سانسور و فشار بر رسانه ها در جریان اعتراض های اخیر. قلم شکسته و دهان بسته از او کاری ساخته نیست. نشکنیم قلم ها را به بهانه های واهی. این صحبت های حسن روحانی در جمع اهالی رسانه است. 3 سال قبل امنیت
امروز برای ما اصل است، اما فکر نکنید تنها با تفنگ امنیت ساخته می شود و یا حفظ می شود. اما در اعتراض‌های اخیر دست روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها هم مثل اینترنت بسته بود و تفنگ‌ها به روی معترضان نشانه رفته بود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در بیانیه‌ای از اعمال محدودیت بر رسانه‌های رسمی به نام توصیه به آنها و برگزاری جلسه‌های توجیهی خبر داده بود. روزنامه همشهری هم در گزارشی با تیتر رسانه‌ها خالی از صدای مردم، پوشش خبری 10 روزنامه اصلی در طول یک هفته اعتراض‌ها را بررسی کرده و نوشته هیچ کدام از این روزنامه‌ها عکسی اختصاصی از اعتراضات مردمی نداشتند. اگر تصویری بوده، تنها مربوط به آتش زدن اتوبوس و بانک و با محوریت اغتشاش و آشوب بود. هیچ خبرنگاری به مناطقی که بیشترین تجمعات رو داشته برای تهیه گزارش نرفته. بسم الله الرحمن الرحیم. به جز این، حتی رادیو تلویزیون رسمی هم چندان مجاز به گزارش آنچه که معترضان میگفتند و میخواستند نبود. در موضوعات حساس، مردم بلافاصله در تلویزیون دنبال اصل خبر می‌گردند، ولی رسانه ملی گاه مجوز پوشش بلافاصله خبر را ندارد، به خصوص وقتی بوی تجمع و تظاهرات اعتراض‌آمیز می‌دهد. در چنین شرایطی رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی صدای مردم نبودند. حتی طرح‌های کارتونیست‌ها هم مثل این دو مورد به تیغ سانسور گرفتار شدند و سر از شبکه‌های اجتماعی درآوردند. این کارتون هم جایی در روزنامه‌ها نداشت. هرچند در مقابل بعضی روزنامه‌نگاران از نحوه کار رسانه‌ها دفاع کردند. می‌گویند با وجود محدودیت‌های سنگین بر سر رسانه‌ها تلاش کردند سانسور، توقیف و بازداشت را دور بزنند. شاید امکانات نداشتیم و بنیه روزنامه‌نگاری ما ضعیف بود. و البته رد نمی‌کنیم که شاید خودسانسوری بر ما غلبه کرد، اما منفعل نبودیم. در دل آنقدر کلمه‌ها و جمله‌ها را جابجا کردیم و خون دل خوردیم تا باشیم و بنویسیم. اما مدیر مسئول روزنامه شرق نظر دیگری دارد. ما رسانه‌های داخلیمون رو از در حقیقت هستی ساقط کردیم و از فاضیت انداختیم و بعدم میگیم که خب حالا چرا مردم نظرشون و جهتشون سمت رسانه‌های برون مرزیه. سرخط خبرها. در شرایط حبس رسانه‌ها و قطع اینترنت، رسانه‌های خارج از ایران بیشتر دیده شدند، ولی این دیده شدن بی هزینه نبود. طی 3-4 روز اخیر ما دست کم 12 گزارش از بازداشت، بازجویی و تهدید خانواده‌های خبرنگاران ایرانی که برای رسانه‌های فارسی زبان در اروپا کار می‌کنند دریافت کرده‌ایم. از این خبرنگاران خواستند که کارشان را متوقف کنند و درباره ایران گزارش ندهند. البته ما قبلا هم هر از گاهی شاهد برخوردهای اینچنینی بوده ایم، ولی این مورد تازه حاکی از تشدید فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی است. این رفتارها نقض آشکار قوانین کشورهای اروپایی است و دولت‌های این کشورها باید اقدام کنند. اعتراض‌های فراگیر به تدریج جمع شد، اما این بار خبری از فراگیری فعالیت رسانه‌های داخل ایران نبود. حاکمیت با استفاده از تجربه‌های قبلی برای مهار رسانه‌ها شمشیر را از رو بسته بود. با این وجود هیچ کدام از اقدامات محدود کننده خبر را حبس نکرد. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که در 7 ماه گذشته بیش از 2500 مورد خشونت با زنان در این کمیسیون ثبت شده که نسبت به سال گذشته بیشتر از 8% افزایش نشان می‌دهد. به گفته این نهاد، خشونت‌های جنسی یکی از جدی‌ترین خشونت‌ها علیه زنان است که در 1% موارد منجر به بارداری شده. دادستانی کل افغانستان هم اعلام کرده که در 9 ماه گذشته به بیش از 2500 پرونده خشونت علیه زنان رسیدگی کرده که 149 مورد آن تجاوز جنسی بوده. خبرنگار ما نسرین نوا از کابل میگوید زنانی که تجربه تجاوز جنسی دارند به ندرت حاضر به گفتگو در این باره میشوند.
سرنوشت دردناک زنان لای پرونده های خشونت، زنانی که حاضر نیستند صدایشان در رسانه بلند شود به دلیل تابو بودن تجربه تجاوز جنسی. با وکیلی صحبت کردم که 12 سال است در کابل قضایای زنان را دفاع می کند. در طول این مدت دست کم 25 قضیه تجاوز و آزار جنسی. از کودک 12 ساله تا زنان جوان و میان سال. حالا از دختری می گوید که بعد از تجاوز کشته شده. این تصمیم میگیره که با می پسر فرار کنن و بره با ازدواج کنه. این پسر دختر زمانی که با خود میبره به منظور ازدواج، نه تنها با ازدواج نمیکنه، با 3 رفیق دیگه که از جمله دوستای از این دختر میبرن و به یک جای نامعلومه که گویا ابتدا در موتر کی سوار میکنن بر شک نوشابه داده میشه، بعد از اینکه بوش میشه به یک سرای یک جای بوده میبرن، بالای 3 نفر تجاوز میکنن. محیط خانه ناامن ترین جا برای زنان افغان. کمیسیون حقوق بشر در تازه ترین گزارشش گفته که بیش از 97% خشونت ها در برابر زنان در خانه و توسط اقارب صورت می گیرد. خشونت جنسی پس از خشونت های فیزیکی دومین خشونت رایج. اما زنان کمتر از خشونت های جنسی گزارش می دهند. معمولا در مورد گزارش دهی خشونت جنسی تعلل میکنن یا تردید دارن. یکی به دلایل مسائل فرهنگی است که گزارش دهی از خشونت جنسی شرم تلقی میشه، به این دلیل مشکل است بر زنها که این موارد گزارش بتن. و دیگر نگران از این هستند که اگر به این مسائل از طریق نهادهای قضایی رسیدگی نشه، اینا یک هزینه کلان اجتماعی را میپردازن، منزوی میشن، ولی به قضیشان هم رسیدگی نشه، باز عواقبش چی خواهد بود؟ مقام والای قضا برپاستاد شوید. قضیه های تجاوز به دلیل باورهای حاکم اجتماعی کمتر به میز محاکم و دادستانی می رود. با این حال دادستانی می گوید در 9 ماه گذشته نزدیک به 150 قضیه تجاوز جنسی را بررسی کرده. آمار دقیق از واقعیت خشونت جنسی با زنان مشخص نیست. بسیاری از زنان یا خانواده ها این خشونت را کتمان می کنند. شرم از مردم، ترس از مجرمان، و تردید از رسیدگی قانونی. نصر نوا، بی بی سی، کابل. پس از حدود 3 دهه 4 زن برای اولین بار در کابل پشت فرمان اتوبوس قرار گرفتند. این زنان پس از فراگیری آموزش‌های لازم از میان 100 داوطلب گواهی راندن اتوبوس گرفتند. خلیل نوری خبرنگار بی بی سی که 1 روز را با این راننده‌ها گذرانده میگوید رانندگی در جاده‌های پرترافیک کابل برای این زنان بی‌دردسر نیست. حرکت به سوی روشنایی. راننده زن برای مسافران زن. سفرشان از خانه تا محل کار و درس و بازگشت به خانه رایگان است. رنگ بسها گلابی یا صورتی نیست. اما برنامه آزمایشی پینک شتل از سوی یک نهاد ایتالیایی این اتوبوس‌ها را زنانه کرده. با این کارم می‌خوام که یک الگو باشم در بین خانم‌ها. بار اول است در کابل با بس سفر میکنم که راننده یک زن است. نگاه رهگذران به این راننده زن با تعجب و تردید همراست. اما زنانی که آنجا در سیت‌های عقب نشستند میگن حس راحت دارند و میتونن روی مسائل صحبت کنند که جرأت نمیکنند در مقابل یک راننده مرد صحبت کنند. رانندگی زنان در افغانستان هنوز عادی نشده. اما برخلاف گذشته شمار زنانی که پشت فرمان می نشینند انگشت شمار نیست. صدها زن از اداره ترافیک جواز رانندگی گرفتند. مسئله تنها نگاه های عجیب و غریب مردم نیست. کنایه و نشخند هم بدرقه راهی این رانندگان است. بعضایشان خیلی با خوشحالی طرف ما اشاره می کنند که عالی است، خیلی خوب است. واقعیت بعضایشان اگر شیشه پایان باشه صدا می کنند، بسیار عالی، آفرین. و بعض اوقات وقتی که خانم ها ما را میبینن خیلی خوشحال میشن، میفهم لبخند میزنن، از آقایان خدا میفهمن که خوش میشن یا نمیشن. یک مربی مرد از این گروه نظارت میکند تا در حل مشکل فنی کمکشان کند. هرچی باشد هدف این است زنان خود ارتباط ایجاد کنند و صاحب کار مستقل شوند. تجربه ای که ما از این وظیفه پیدا کردیم
حاضر به ایستم، میخوایم یک شرکت بر خود جور کنم، از این موتورهای بیشتری داشته باشم. یک سهولت برای خانوما هست، نه تنها برای خانوما، برای آقایان هم هست. میتونن بسیار به اعتماد کامل دخترشان و خانومشان وقتی وارد موتور ما میشه اعتماد میتونن بکنن. در پایتخت نبود سیستم ترانسپورتی منظم گاه ساعتها زنان را روی جاده منتظر نگه میدارد. این برنامه توانسته گروهی از زنان را از این چشم براهی نجات بخشد. برنامه ای که تا نوروز است. بعدش به فعالیت تجاری زنان افغان مبدل شده و راه این نهاد خارجی جدا می شود. خلیل نوری، بی بی سی، کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.